در مورد تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و آمریکا بیشتر بحث می‌کنم و تأثیرات او بر وضعیت سیاسی افغانستان. آقای عباس فراسو، آگاه روابط بین الملل، از ملبورن استرالیا با ما وصل هستند. آقای فراسو، فکر می‌کنید تنش میان ایران و آمریکا بیشتر شود تا این اندازه که احتمال حمله آمریکا بر ایران هم بره؟ سلام به شما و بینندگان شما. این تقابل بین آمریکا و ایران یک تقابل جدی و خطرناک در منطقه هست و این نگرانی و این ترس وجود داره، منتها آخرین واکنش ها بعد از حمله ایران در پایگاه آمریکا در عراق یک مقداری به نظر میرسه که ظاهرا فروکش کرده، مثل که یک زمینه فراهم شده که ایران و آمریکا تهاجم لفظی را کاهش بتن و به سوی شرایطی پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی حرکت کنند. به عنوان مثال واکنش جواد ظریف وزیر خارجه ایران به گونه بود که گویا ایران انتقامش را گرفته و این حمله آخر است اگر که امریکا دست به واکنش دوباره نزند. از آن طرف مطابق تویتی که ترامپ نوشته بود، گفته بود که همه چیز خوب است و تلفات واقع نشده و بیانیه قرار بود که فردا صبح به وقت واشنگتن بیانیه صادر کنه. به نظر میرسه که به نوع در واقع یک عمل سمبولیک انجام شدن به عنوان انتقام و از آن طرف فرصت هم اگر که تلفات واقع نباشد برای اداره ترامپ مساعد شده که یک مقدار از تهاجم لفظی و تنش‌های لفظی عقب نشینی کنن و یک مقدار احتمال حمله مستقیم نظامی و رویارویی نظامی متقابل در منطقه میان ایران و آمریکا کاهش پیدا کنند. ولی هنوز 100% تمام نگرانی ها رفت نیست و ممکن است که بعضی از نگرانی ها در پابرجا باشد و مسائلی همچنان وجود داشته باشد که هنوز ما از چند چونی و مسائل به صورت کامل آگاه نیستیم. اما طور که گفتین 100% اگر هنوز مطمئن نیستیم، تاثیرات این تنش بر وضعیت افغانستان و گفتگوهای صلح افغانستان در صورت که ادامه پیدا کنه را چی تعبیر میکنید؟ و تاثیر تقابل بر افغانستان بسیار گسترده و فراگیر خواهد بود متاسفانه. در چند ساعت میشه که این تاثیرات بررسی کرد. سطح اول مستقیم بر مذاکرات صلح ممکن تاثیر بگذاره و پیش شرط طالبا برای خروج امریکا از افغانستان ممکن سرسختانه تر شود، به خاطر اینکه هدف اصلی ایران در منطقه در برابر امریکا در واقع خروج کامل امریکا از منطقه هست و اگر که ایران نفوذ قابل ملاحظه بر طالبا داشته باشد که بر شاخه های از طالبا دارد، ممکن که به عنوان یک پیش شرط مهم مطرح شود و پروسه صلح پیچیده تر بسازد. از آن طرف بر شاخه هایی از طالبا که ایران نفوذ دارد ممکن که بیشتر اونا را تأمین کنند، تسلیح کنند تا بر مناطق از افغانستان که نفوذ دارند، خصوصا مناطق غربی، همراهشان بر پایگاه های امریکا و مناطقی که فکر میکنند که برای امریکا مهم است و امریکا را سیب میزنند، همراهشان بیشتر کنند تا وضعیت برای و ضرر امریکا رقم بزنند. این در دو سطحی که مستقیم مرتبط به طالبا هست. اگر که در سطح بزرگتر نگاه کنیم، این جنگ متاسفانه میتونه که بر فضای عمومی سیاسی افغانستان بسیار تاثیر بگذاره. این نکته به خاطر این مهم است. اجازه بدین آقای فراسو، قبل از اینکه بیایم بر فضای سیاسی افغانستان، شما میدانید که طالبان در آخرین مورد پیامشان همی بوده که گفتگوهایشان با آمریکایی ها در قطر به تعویق افتاده. این تعویق رم ناشی از این تحولات منطقه‌ای میدانید؟ ممکن متاثر از این تحولات شود، ولی در عین زمان ما شما در جریان هستیم که خود مذاکرات میان امریکا و طالبا مذاکرات پیچیده ای بود که در ظرف تقریبا یک سال گذشته مراحل مختلف را طی کرد، ولی به نتایج ملموسی که باید میرسید هنوز نرسیده. از آن طرف مذاکره با طالبا پیچیدگی های بسیار زیاد منطقه‌ای داره. مسئله پاکستان بسیار مهم است و این گفتگوها با امریکا در واقع شرایط پیچیده را طی خواهد کرد. اما در این شرایط و گروداری که مذاکره انجام میشه، تاثیر تقابل میان امریکا و ایران بر این پیچیدگی بیشتر خواهد کرد و نکته اصلی این است که این پیچیدگی بیشتر خواهد شد تا جایی که ما میفهمیم یا درک میکنیم.
ساده ترین پیچیدگی این خواهد بود که پیش شرط خروج از امریکا از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان قطعی تر و سخت تر خواهد کرد، ولی در این زمان میتونه که ابعاد پیچیده تر دیگه هم داشته باشه. آمدیم در مورد سیاست که پیشتر نگاه کوتاه شما بهش داشتین و بحث دیپلماسی و حکومت افغانستان و دیدگاه متفاوت حوزه سیاست افغانستان با دیپلماسی و عملکرد حکومت افغانستان و همین رفت و آمدهایی هم که در چند روز گذشته انجام شده، چقدر فکر میکنین که در همین فضای نامتجانس یا حداقل بگویم همین فضای نامتناسبه که در حوزه سیاست و دستگاه دیپلماسی و حکومت افغانستان وجود داره وضعیت را برای افغانستان بیشتر پیچیده بسازد؟ افغانستان یک حکومت ضعیف داره و افغانستان قربانی 14 جنگ است و فضای سیاسی افغانستان متاثر از است و به دلیل بسیار آسیب پذیر است. در یک تصویر کلانتر، اگر در چارچوب امنیت منطقه‌ای نگاه کنیم، افغانستان بیشتر متاثر از چارچوب امنیت منطقه‌ای جنوبی آسیا بوده تا خاورمیانه. به اون لحاظ در چند سال اخیر که جنگ و جنجال در خاورمیانه وجود داشته یا در آسیای غربی، تا حد زیاد افغانستان آنقدر که مثل کشورهای مثل سوریه و عراق متاثر بوده این تاثیر نشده، ولی اگر جنگ میان امریکا و ایران اتفاق بیفته فضای افغانستان به شدت متاثر خواهد شد متاسفانه و حکومت افغانستان آسیب پذیر است. از چند لحاظ متاثر میشه: یک، مستقیم فضای سیاسی افکار عمومی منطقه با هم مرتبط است و یک وابستگی وجود داره، جهان امروز یک جهان متفاوت است و از آن طرف امریکا ایران مداخلات امریکا در افغانستان بیشتر خواهد شد و جانب سوم هم اگر که پایگاه های امریکا در افغانستان مورد حمله ایران قرار بگیره و یا از خاک افغانستان بر علیه ایران استفاده شود، حکومت افغانستان بسیار در موضع دشوار قرار خواهد گرفت و این نکات است که فضای عمومی افغانستان به شدت متاثر خواهد کرد. و نکته اخیر همین که شما میدانید که مطابق آمارها در حدود 2 میلیون نه بیشتر از 2 میلیون مهاجر ما در ایران داریم که زندگی و امنیت آنها هم در اثر جنگ متاثر خواهد شد، گونه بر فضای افغانستان تاثیر نگذارد. ممنونتان آقای عباس فراسو، آگاه روابط بین الملل که از ملبورن استرالیا به ما وصل.